معمولا موقعی که کسی میخواد وکیلی برای خودش استخدام بکنه، تنها چیزی که باید اون وکیل مطمئن باشه که حقوقش سر جاشه. اما در مورد شامعین، کسی که میخواد تو شامعین وکیلی برای خودش تعیین بکنه، تنها شرطش اینه که کاملا ایمان راسخ داشته باشه به اون وکیل. یعنی در واقع ما نباید اطمینان اون رو جلب کنیم، بلکه باید اطمینان خودمون رو به اون شخص جلب کنیم. موقعی که مشرب به درگاه خداوند شکایت میکنه، درد دل میکنه، میگه خداوندا هن بنی اسرائیل لو شاموئلن، بنی اسرائیل خودشون به من گوش ندادن موقعی که گفتم که لحظه آزادی فرا رسیده، و اخ یشمعنی پرو، چطور پرعو بخواد به من گوش بکنه؟ یعنی در واقع قدرت من در برابر پرعو بسته به قدرت ایمان قوم اسرائیل به منه. به همین دلیل قبلا گفت چه عیبی داره موشه، از چی ضعف نشون داد؟ کوت په اخوت لاشونانی، موقعی که پای کوه سینای بود یا پای حرم اوریا پای خورب بود، موقعی خداوند باش ملاقات کرد در اون بوته ای که انین اوکال، گفت خداوند تو هم ملاقات اول که بد په اخوان لاشوانی، من دهانم و زبانم سنگینه، نمیدونم چطور با پرا خوب صحبت بکنم. اما الان که دیگه رفت تجربه شد براش، با قوم اسرائیل موضوع رو در میون گذاشت و واکنش و ریاکشن اونها رو دید، به خداوند دیگه نگفت که بد په اخوان لاشون، دهانم سنگینه یا زبانم سنگینه، عرل صفاتاین، لبهام یعنی زبانم دهانم بسته است، میخوام صحبت بکنم، میخوام پادرمیونی بکنم، میخوام وساطت و وکالت بکنم برای قوم اسرائیل که زجرشون پایان بیابه و گئولا و نجاتی که در انتظارشونه بهشون داده بشه. دم دره، بعد نجات رو در رو به نجات باز بکنن. اما عرل صفاتاین، چرا دهانم بسته است؟ چون قوم اسرائیل اطمینان کافی به من در این مورد ندارن، به همین دلیل منم نمیتونم با قدرت کافی رو پرعو تأثیر بگذارم. حاخامیم توضیح میدن از اینجا یک اصل و فرمول کلی، حتی اگر انسان به یک چوب، به یک آهنم ایمان کافی داشته باشه که این تو زندگی من کمکم میکنه، بدون اینکه خودش متوجه بشه، اون سنگ یا اون چوب یا اون آهن یا اون آیدیا چون بهش ایمان کافی داره، تو زندگی همیشه موثر واقع میشه. در نتیجه خداوند میگه چون همچنین ارتباطی بین انسانها و اطرافشون میتونه باشه، میگه مبادا که به خدایان دیگه قدرت بدید، مبادا با اون بت و صندلی و میزی که بهش تعظیم میکنی فکر کنی که قدرت در دست اونه. قدرت در دست من، خداوند میگه. یعنی در واقع کسی که تو تاریکی قرار گرفته، تنها یک چراغ قوه فلش لایت دستش لازمه، هر جا بندازه چی میشه؟ روشن میشه. ایمان اون فلش لایتیه، چراغ قوهیه که دست ماست، هر جا بندازیم برامون روشن میشه. به همین دلیل خداوند میگه مبادا این نور، این چراغ قوه رو توی چمن و توی جنگل بندازی، بنداز تو باغ و بستان. ایمانت رو با خداوند برقرار کن که سورس تمام قدرت هاست، نه با سنگ و چوب و اینها که بخوای به اونها تو با ایمانت قدرت بدی. به همین دلیل موشه ربنو میگه اگر قوم اسرائیل به من گوش میدادن و به من ایمان می آوردن به عنوان یک رهبر، لیدر، ناجی، حتی خداوندم میتونست ناظر باشه و موشه ربنو با قدرتی که از ایمان بنی اسرائیل میگرفت، میتونست چه صدهایی رو، گره هایی رو باز بکنه و قوم رو نجات بده. و در طول تاریخ ما داشتیم هر موقع قوم اسرائیل یک پارچه شدن و پشت رهبرشون استادگی کردن، دیدیم معجزه خداوندم به اونها پیوست
و اون رهبر موفق پیش رفت به حدی که هیچ کسی توانایی اونو نداشت. اما موقعی که متاسفانه رهبر رو به رسمیت نشناختن و قدرت ایمانشون رو از رهبر دور کردن و به مال، دارایی، شهرتشون قرار دادن، گفتن ما همچین اشخاص مشهوری با نفوذی، بندرداری، اسکناسداری، بانکداری چطور امکان داره کسی بخواد با ما کاری بکنه؟ ما خودمون حریفیم، احتیاج به رهبر نداره. و همین شد که متاسفانه از همدیگه پاشیده شدن. و همدل تورا پارشه این هفته مشربنو دیگه نقص و عیب رو به خودش نمیگذاره که بعد پی اخوالاشون میگه عرل صفاته این. اون دهان من بسته است به خاطر ضعف ایمان و اطمینانی که قوم اسرائیل داره. هشم کمک کرده که به خوبی بتونیم همیشه ایمانمون رو، این چراغ قوه رو به خوبی در باغ و بوستان در حضور خداوند قرار بدیم که خداوندم به مراتب قدرتش رو در زندگی ما به خوبی انجام بده.